شهر حمص از سپیده شنبه 4 فوریه شاهد بی‌سابقه ترین خشونت نیروهای امنیتی سوریه علیه شهروندان است. حاصل آن کشته شدن بیش از 250 نفر بود، آنچه که مخالفان دولت از آن به عنوان قتل عام یاد کردند. مقامات سوریه ضمن رد دست داشتن در این حملات آن را به گروه‌های مسلح نسبت دادند. شهر حمص از ماه‌های گذشته در محاصره نیروهای امنیتی بوده است. اعمال محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران خارجی در پوشش دادن به رویدادها امکان بررسی‌های دقیق‌تر ابعاد این حادثه را با مشکل روبرو کرده است. شبکه تلویزیونی از دنیا هوادار رژیم کنونی سوریه تصاویری را پخش کرد که در آن برخی از ساکنان حمص در حمایت از ارتش سوریه تکه‌ای از یک خمپاره را نشان می‌دهند. ما در خانه نشسته بودیم، نمی‌توانستیم خارج شویم. ناگهان صدای یک انفجار را شنیدیم. فکر کردیم تمام ساختمان فرو ریخته. نگاه کنید آثار جرم را. این چیزی است که آنها با آن به دنبال آزادی هستند. شیشه‌ها شکستند. کودکان در وضع بدی هستند. چطور ممکن است چنین چیزی روی دهد؟ این چیزی است که قرار است برای ما آزادی بیاورد. لعنت به چنین آزادی. چند ساعت بعد از آن در شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه برای دومین بار صدور قطعنامه علیه سوریه را وتو کردند. اتحادیه عرب پیش از این خواستار انتقال قدرت از بشار اسد به معاون رئیس جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی بوده است. محمد سلمان وزیر سابق اطلاعات سوریه در دمشق از مردم سوریه خواست تا از فرصتی که وتوی قطعنامه در سازمان ملل پیش آورده برای خروج از بحران استفاده کنند. بحث بر سر پذیرش یا رد یک وتو نیست، بلکه مسئله بحران در میان است. بحران ملی رژیم، بحران گروه‌های سیاسی مخالف، بحران مردم و امنیت در سوریه. اما به نظر می رسد بشار اسد نسبت به مسائل مرتبط با بحرانی که به سوی یک جنگ داخلی در جریان است، گوش شنوایی ندارد و نیروی نظامی را برای نجات قدرت کافی می داند. مصطفی احمدالشیخ، ژنرال سابق ارتش سوریه، امروز به ترکیه گریخت. او به ریاست شورای عالی انقلاب جایگزین ارتش سوریه آزاد انتخاب شده بود. اما به راستی رویارویی نیروهای دو اردوگاه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و به چه میزانی قربانی خواهد گرفت؟